وقت شما بخیر بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. با من پریسا صادقی از استودیوی لندن. ابتدا مهمترین عناوین خبری. اعتراض اعضای پارلمان اروپا به ممنوع خروجی خانواده مهسا امینی. رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان این موضوع را نشانه وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران دانست. یک آزادی خواه، یک زخمی، یک قربانی. نشست مجمع نوبل صلح درباره وضع حقوق بشر در ایران. الهه توکلیان از آسیب دیدگان چشمی خیزش مهسا گفت جمهوری اسلامی با تاریخ و فرهنگ ایران دشمن است. اعتصاب و تجمع اعتراضی بازاریان و کارگران تحلنجی در گناوه. معترضان میگویند مصوبه ساماندهی تجارت مرزی به معیشت هزاران نفر آسیب میزند. همچنین در ادامه برنامه این ساعت، درخواست فرانسه، آلمان و ایتالیا برای تشدید تحریم‌های اروپا علیه حماس. این کشورها تشدید تحریم‌ها را نشانه تعهد اروپا برای مبارزه با زیرساخت‌های حماس می‌داند. شماری از اعضای پارلمان اروپا پس از اعلام خبر ممنوع خروجی خانواده مهسا امینی در نامه سرگشاده گفتند این اقدام جمهوری اسلامی به منظور ساکت کردن خانواده او انجام شده. اعضای پارلمان اروپا خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشتند بگذارید خانواده مهسا امینی در استراسبورگ جایزه ساخاروف 2023 را دریافت کند. مقام‌های پارلمان اروپا میگویند جمهوری اسلامی قصد دارد از اظهار نظر درباره سرکوبگری حکومت در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ایران جلوگیری کند. رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان می‌گوید جلوگیری از خروج خانواده مهسا امینی از ایران برای دریافت جایزه ساخاروف بار دیگر وخامت وضع حقوق بشر و نقض آزادی بیان در ایران را نشان می‌دهد. رنتا آلت گفته اهدای جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا به مهسا امینی نشانه مهمی از همراهی اتحادیه اروپا با جنبش اعتراضی مردم ایران و به ویژه زنان شجاع ایرانی است. روز 17 آذر ماه هنگامی که پدر، مادر و برادر مهسا برای شرکت در مراسم اهدای جایزه ساخاروف به دعوت اتحادیه اروپا عازم فرانسه بودند، در فرودگاه تهران به آنها گفته شد ممنوع الخروج هستند و گذرنامه هایشان ضبط شد. اتحادیه اروپا از خانواده مهسا ژینا امینی یعنی پدر مادر او به همراه برادرش برای دریافت جایزه ساخاروف اونها رو به فرانسه دعوت کرد. در واقع جایزه ساخاروف به افراد یا گروهی داده میشه که زندگی خودشون رو وقف حقوق بشر و همچنین آزادی بیان کردن. خب ما شاهد این بودیم که خانواده مهسا امینی ممنوع خروج شدن و اونها نتونستن به موقع پرواز کنن و به فرانسه برسن. در این پی ما واکنش های مختلفی رو داشتیم، علل خصوص رئیس پارلمان اروپا در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق اونجا نوشتش که ممنوع خروجی والدین مهسا امینی باید فوراً برطرف بشه و اونها باید روز سه‌شنبه در این مراسم برای دریافت این جایزه حضور پیدا بکنن. او گفتش که این خانواده باید در این مراسم باشن چرا که ما انتظار داریم که اونها در کنار زنان شجاع ایرانی در کنار ما باشن و در این مراسم باشن. خب ما واکنش های دیگه ای داشتیم، مثل رناتا آلت که در واقع رئیس کمیته حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه در پارلمان آلمان هستش، او هم به ممنوع خروج شدن والدین و خانواده مهسا ژینا امینی واکنش نشون داد و گفتش که این خانواده ممنوع خروج شدن از ایران نشون میده که وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار وخیم هستش. این یک پیامی به ما میده که ما باید به وضعیت حقوق بشر در ایران بیشتر دقت بکنیم. او تاکید کرد که همبستگی اتحادیه اروپا با زنان شجاع ایران هست. بار دیگه
او به تحریم‌های ایران اشاره کرد و گفتش که در واقع اتحادیه اروپا به صورت نمادین از مردم ایران حمایت نمی‌کنه، بلکه با گسترش تحریم‌هایی که علل خصوص شامل افراد یا گروه‌ها، و تاکید کرد که تحریم‌هایی که شامل در واقع قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی میشه اشاره کرد و گفتش که ما نمادین این کارو نمی‌کنیم و با در فشار گذاشتن جمهوری اسلامی از مردم ایران حمایت می‌کنیم. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس همراه ما هست. درباره جزئیات واکنش اعضای پارلمان اروپا به ما بگو نیلوفر. به ممنوع خروجی خانواده مهسا امینی. بله، نامه‌ای هست سرگشاده که به امضای 118 نماینده پارلمان اروپا رسیده به ابتکار شیرین اردکانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری که در فرانسه کار میکنه. در این بیانیه اشاره شده به اینکه اقدام جمهوری اسلامی برای ممنوع خروج کردن خانواده مهسا ژینا امینی برای ساکت کردن اونها است، تا به اونها اجازه داده نشه تا از سرکوب‌های به گفته این نمایندگان پارلمان اروپا شرم‌آور جمهوری اسلامی، سرکوب زنان، فعالیت‌های حقوق بشری و همینطور برای آزادی‌ها صحبت بکنن و در موردش در واقع در پارلمان اروپا صحبت بشه. گفتن که این اقدام در واقع بیانگر کاریه که جمهوری اسلامی انجام داده در واقع زندانی کردن نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، که به او هم اجازه حضور در مراسم اهدای جایزش داده نشده. با این حال از جمهوری اسلامی خواستن که به او اجازه بده، به خانواده مهسا ژینا امینی اجازه بدن تا به فرانسه بیان برای اینکه این جایزه رو بتونن دریافت بکنن، و به همین دلیل گفتن که در واقع باید صدای جنبش مردم ایران و شجاعت اونها به گوش جهانیان برسه. همینطور خانم اردکانی به این موضوع اشاره کرده که این اقدام جمهوری اسلامی غیر قانونیه، به دلیل اینکه خانواده امینی مقامات جمهوری اسلامی رو در جریان سفرشون از پیش گذاشته بودن و هیچ گونه کار غیر قانونی انجام ندادن و پرونده‌ای هم علیه اونها در محاکم قضایی ایران باز نیست که به اون دلیل ممنوع خروج شده باشن. از توضیحاتت ممنونم همکارم نیلوفر پور ابراهیم که همراه ما بودی از پاریس. بریم به اسرای نروژ. تصاویر زنده‌ای ببینیم از نمایشگاهی که به نام نمایشگاه زن زندگی آزادی در این شهر در حال برگزاری است و توسط خانواده نرگس محمدی افتتاح شده. یک توضیحی بدم من درباره این نمایشگاه. هر سال بعد از اعلام نام برنده جایزه صلح نوبل و اعطای این جایزه به او، نمایشگاه عکسی درباره برنده جایزه نوبل صلح برگزار میشه، برپا میشه، و این نمایشگاه امسال به نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و تعلق داره و مبارزه شجاعانه او برای آزادی و حقوق بشر در ایران رو به تصویر کشیده با عکس‌هایی از او و حدود 10 نامه که از داخل زندان خانم محمدی اختصاصاً برای همین نمایشگاه فرستاده. عکس‌هایی از زنان تأثیرگذار و عکاسان زن هم که در موقعیت‌های تظاهرات‌ها و اعتراضات مردمی عکس‌های به یاد ماندنی و تاریخی رو گرفتن، از سال 1357 تا به امروز در این نمایشگاه برای عموم به نمایش گذاشته میشه. می‌پردازیم به این نمایشگاه در ادامه و حتما درباره اون بیشتر صحبت می‌کنیم. اما در ادامه خبرها، بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، بازاریان و کارگران تحلنجی‌ها در گناوه در اعتراض به مصوبه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که واردات کالاهای تحلنجی را محدود می‌کند، تجمع کردند و خواستار لغو این مصوبه شدند. به گفته تجمع کنندگان، این مصوبه معیشت هزاران نفر از شهروندان جنوب کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در اعتراض به این وضعیت، بازاریان در گناوه اعتصاب کردند. کالای تحلنجی یا ملوانی کالایی است که صاحبان لنج و خدمه پیش از این مصوبه مجاز به واردات آن بودند. معترضان به مصوبه دولت میگویند واردات کالای تحلنجی باید آزاد شود. آنها خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات معیشتی و کاری در بندر گناوه هستند. به گفته این معترضان، بازار گناوه 3 هفته است که تعطیل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان حضار محترم، اینجا بندر گناوه. امیدوارم که همگی خوب و
سالم باشید. دوستان عزیز، اینجا قهرمانان ایستادند که در زمان جنگ ایران عراق جلو همین عراقی ها ایستادند. زمان جنگ این شهر چندین بار توسط هواپیماهای دشمن بمباران شد. من به عنوان یک بسیجی، یک رزمنده و یک جانباز و برادر شهید اعلام میکنم که حق مسلم همه این ملت است که تعلنجی براشون آزاد بشه. اگر جناب آقای رئیس جمهور، جناب آقای سید ابراهیم رئیسی شغل دیگری دارن، برای این ملت جایگزین کنن. الان 3 هفته است که بازار گناوه تعطیله، داره دزدی زیاد میشه، بی امنی زیاد میشه، ناامنی زیاد میشه. ملت چه کار کنن؟ مردم گرسنه هستن، کسی نیست که به داد این ملت برسه. جناب آقای رئیسی، زمان جنگ من 14 سالم بوده، تو جنگ بودمه. یکی از برادرام از دست دادم، شهید شده. همه اینا جانباز دادن، شهید دادن که چی؟ آخه تا کی؟ ملت گناوه، بوشهر، خوزستان امرار معاششون از این دریاست. اگر شغلی دیگری هست که جایگزین بشه بفرمایید. در غیر این صورت ملت الان 3 هفته است که در یه مغازه باز نشده. مجددا بریم به اسلو و نمایشگاه عکس زن زندگی آزادی که یک روز پس از اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی این نمایشگاه برگزار شده. همونطور که پیشتر هم توضیح دادم، مرکز صلح نوبل نمایشگاه عکسی درباره برنده این جایزه هر سال برگزار میکنه. نمایشگاه امسال با نام زن زندگی آزادی درباره نرگس محمدی است و مبارزه شجاعانه او برای آزادی و حقوق بشر در ایران. برنده جایزه صلح نوبل برخی از متون رو که در این نمایشگاه قرار داده شده منحصراً برای نمایشگاه از داخل زندان نوشته. این نمایشگاه تصاویری از زنانی رو به تصویر میکشه که برای آزادی و حقوق بشر در ایران مبارزه میکنند. عکسایی که از زنان عکاس ایرانی هم به نمایش گذاشته شده و داستان نرگس محمدی از زبان و تصاویر خودش روایت میشه. این نمایشگاه توسط فرزندان خانم محمدی، کیانا و علی رحمانی افتتاح شده. همسر ایشون تقی رحمانی، فعال سیاسی، هم در این نمایشگاه حضور دارند و عکسایی از آلبوم خانوادگی و تلاش مادر و همسرشون برای حقوق زنان در ایران رو در این نمایشگاه به تصویر گذاشتند. نمایشگاه امید معماریان، روزنامه‌نگار هم حضور دارن. قرار هست که من با ایشون صحبت بکنم. اگر که آقای معماریان، ارتباط ما با شما برقرار هست و صدای من رو میشنوید، میخوام ازتون که برای ما بگید که این نمایشگاه چطور افتتاح شد و چه گذشت. همونطور که البته در تصاویر الان میبینیم، در حال حاضر خانواده آقای فاطمه محمدی در حال بگین و من میتونم توضیح بدم که بفرمایید چه اتفاقی میفته. من آمادم. بفرمایید. نه من اینجا خوبه، ولی میتونم ببینمش. بله، الان در حال حاضر تقی رحمانی و فرزندانش دارن وارد سالن نمایشگاه میشن. نمایشگاهی که حدود 2 ماه هستش که تدارکاتش داره انجام میشه. نمایشگاهی از عکس‌های خانوادگی خانواده محمدی و عکس‌هایی در خصوص جنبش زنان ایران که از برخی از معروف‌ترین عکاسان ایرانی در واقع گرفته شده و قرار است که نمایش داده بشه. در حال حاضر می‌بینیم که برادر نرگس محمدی وارد سالن میشه و همچنین تقی رحمانی و فرزندانش در حال ورود به سالن نمایشگاه هستن. بسیاری از کسانی که در جلسه برای آقای تقی رحمانی رو می‌بینیم، بسیاری از کسانی که در طی چند روز گذشته در اسلو بودن برای شرکت در مراسم جایزه صلح نوبل، الان می‌بینیم که در این جا هستن و به استقبال این نمایشگاه اومدن که به هر حال نکات بسیار قابل توجهی داره. از جمله دست نوشته‌های نرگس محمدی رو به یک صورت نمایش دادن. برای می‌بینیم الان فرزندان نرگس محمدی اینجا هستن و خانم عبادی، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 و خانم مهرنگیز کار، از حقوقدانان برجسته ایرانی که به هر حال یکی از افراد شناخته شده جامعه مدنی ایران هستن، هم در این جمع حضور دارن.
قرار هستش که تا دقایق دیگه در این نمایشگاه سخنانی در خصوص خود نمایشگاه مطرح بشه، در خصوص جنبش زن زندگی آزادی، و حاضران آشنا بشن با زبایای مختلفی که به هر حال در این جنبش وجود داره. و میبینیم که به هر حال ده ها نفر، شاید بیشتر 100 نفر در این نمایشگاه حضور دارن، از سفارتخونه های مختلف، از رسانه های مختلف در این نمایشگاه حضور دارن تا آشنا بشن با این بخش مختلف این نمایشگاه. الان من منتظر هستم ببینم که چطوری میشه با خانم، با یکی از مسئولین برگزار کننده این نمایشگاه صحبت کرد. در دقایق دیگه حتما با ایشون صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما آقای معماریان. تا جایی که بدونم این نمایشگاه امروز به طور اختصاصی برای خانواده نرگس محمدی و افرادی که دعوت شدن در حال برگزاری هست و فردا به روی عموم گشوده میشه، اگر اشتباه نکنم. و همچنین برجسته کردن و نشون دادن فعالیت های نرگس محمدی در طی دهه‌های گذشته. بسیار عالی، ممنونم از شما آقای معماریان. ما حتما مجدداً با شما همراه میشیم اگر که فکر میکنید که زمانی هست که ما بتونیم الان مجدداً همراه شما باشیم، اگر نه که ما در ادامه به شما برسیم. بسیار، فکر میکنم که آقای معماریان صدای من رو الان در حال حاضر نمیشنوند. همطور که در تصاویر میبینید، این تصاویر زنده هست از نمایشگاه عکسی که برای نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، برگزار شده. خانواده او، فرزندانش کیانا و علی به همراه پدرشون تقی رحمانی در این مراسم حضور پیدا کردند و این نمایشگاه رو به طور رسمی افتتاح کردند. آقای معماریان، ارتباط من با شما فکر میکنم که دقیقا بله من شده بود. صدای شما رو میشنوم. بله. اگر به ما بگید که اطلاع دارید که در ادامه قرار هست که در این مراسم در واقع چه اتفاقی بیفته و چه دیدارهایی صورت بگیره؟ در این نمایشگاه الان میشه گفتش که صدها نفر حضور دارن، از نمایشگاهی که در خصوص جنبش زن زندگی آزادی و زندگی نرگس محمدی برگزار میشه دیدن بکنن. در حال حاضر رئیس مرکز نوبل داره در خصوص این نمایشگاه صحبت میکنه و در خصوص نحوه شکلگیری این نمایشگاه دارن صحبت میکنن و اینکه چطور شد که به این فکر افتادن. از زمانی که برنده جایزه صلح نوبل معرفی میشه تا زمانی که مراسم اهدای جایزه صلح نوبل هست، به حال کمتر از 2 ماه هست و این نمایشگاه محصول 2 ماه تلاش بی‌وقفه مرکز نوبل در اسلو نروژ هست. در این نمایشگاه بخش‌های مختلفی وجود داره. یک قسمتیش عکس‌های خانوادگی نرگس محمدی هست، از زمانی که به هر حال با آقای رحمانی آشنا میشن تا کودکی بچه‌هاشون، و به هر حال قسمت خانوادگی هست. قسمت دیگه از این نمایشگاه اختصاص داره به موضوع نمایش فیلم سلول انفرادی خانم محمدی، و در یه بخش عمده از نمایشگاه عکس‌هایی رو می‌بینیم که توسط عکاسان زن ایرانی گرفته شده در خصوص جنبش زنان ایران، و بخش‌های مختلفی از مبارزات زنان رو در طی سال‌های گذشته در این عرصه نمایش میده. نمایشگاه بسیار قدرتمندی هست. عکاسانی که مشارکت کردن از عکاسان برجسته، عکاسان زن برجسته ایرانی هستند، و در یک قسمت جالبی از این نمایشگاه خطوطی ترسیم شده که روی زمین که نشون دهنده ابعاد یک سلول انفرادی هست برای افراد که متوجه بشن که وقتی که خانم محمدی در کتاب شکنجه سفید در خصوص سلول انفرادی صحبت میکنه، ما در مورد چه چیزی صحبت میکنیم. بسیاری از حاضرین در خصوص این مسئله صحبت میکنن که اساساً چطور امکان هست یک نفر بتونه که در چنین فضایی برای روزها و ماها زندگی بکنه، وقتش رو سپری بکنه. و اساساً این موضوع برای خب خیلی ها مشخص میشه که معلومی هستش که به هر حال خیلی غیر قابل فهم هست و
افراد زیادی از فعالان مدنی در ایرانی هستن که اینجا توضیح میدن، در خصوص اینکه این خیلی مسئله هست که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه. برای همین هستش که مثلا از این مسئله به عنوان شکنجه استفاده میکنن، میگن که شکنجه است به خاطر اینکه تاثیراتی که روی روح و روان و جسم افراد زندانی میذاره بسیار طاقت فرسا هست. برای من این جنبه های روانی، انسانی، عاطفی، هنری زیبایی و در این حال دردناکی در این نمایشگاه قابل رویت هستش که به نظر من یک از اون یک نمایشگاه به نظر من منحصر به فرد و فوق‌العاده می‌سازه. آقای معماریان، اون چیزی که خیلی قابل توجه اینه که با توجه به عکس‌هایی که انتخاب شده، متونی که خود خانم محمدی از داخل زندان فرستادن برای همین نمایشگاه، زنان تاثیرگذاری که هم اکنون در همین نمایشگاه در تصویر هم ما می‌بینیم، خانم بنیادی هستن، نازنین بنیادی، خانم شیرین عبادی، اولی برنده جایزه نوبل صلح ایرانی، همه اینها نشون دهنده اینه که خانم محمدی حتی از پشت دیوارهای زندان اوین هم همچنان مخالفت خودش با جمهوری اسلامی و مبارزش رو داره ادامه میده. کاملا همینطور هست. ده‌ها سال مبارزه در این اتاق جمع شدن. خانم مهرنگیز کار از بزرگان حوزه جامعه مدنی، فعالین حقوق زن، دانشگاهیان ایرانی حضور دارن در این جلسه، خانم عبادی حضور دارن، افراد دیگه حضور دارن که در طی سالهای گذشته به هر حال هزینه‌های بسیار زیادی رو متحمل شدن در قسمت مختلف. در این قسمتی که الان می‌بینیم جلوی من هستش، اینجا توضیح میده در خصوص جایی که زندان اوین هست، از نظر جغرافیایی توضیح میده که دقیقاً چه جغرافیایی داره، سلول‌های انفرادی رو به ترسیم می‌کنه که چه شکلی دارن. در این عکس‌ها در سمت راست بالای صفحه می‌بینین که یه عکسی از سلول انفرادی است و شرایط زندگی زنان در زندان اوین، که اگر الان دوربین اینجا بود از زیر پای من خطوطی ترسیم شده که نشون دهنده ابعاد یک سلول انفرادی هست، که همونطور که عرض کردم الان به هر حال یک مسئله بسیار تکان دهنده است برای کسانی که مشاهده میکنن اینو. در حال حاضر مسئولین برگزاری نمایشگاه دارن یک تور میدن، دارن افراد به قسمت‌های مختلف نمایشگاه آشنا میکنن. در اینجا یک نمایش زیبایی از نوشته‌های خانم محمدی رو میبینیم که در اینجا با نور طراحی شده و در خصوص این نمایشگاه صحبت کردن، نظراتشون رو گفتن و هم از نظر طراحی، هم از نظر محتوا، هم از نظر به هر حال نحوه ارائه‌ای که داره به نظر من بی‌نظیر هستش. خانم محمدی در این متنی که اینجا نوشتن به هر حال به اهمیت کاری که میکنن و در خصوص اینکه بتونن این در واقع صحبت کردن در خصوص که چطور میشه که موضوع شکنجه سفید سلول انفرادی رو با تلاشی که فعال مدنی میکنن میشه از جلوی پا برداشت و در این زمینه به هر حال نکاتی مطرح کردن. در این قسمت از نمایشگاه برخی از تجربه های فعالین مدنی، برخی از تجربه هایی که در طی یک سال گذشته در جریان جنبش زن زندگی آزادی به هر حال بسیار مورد توجه قرار گرفت، در روی موبایل های مختلفی به نمایش داده شده. مثلا شما در این موبایل ها پخش آهنگ برای شیروین حاجی پور رو میبینین، در بسی برخی از این ویدیوها نمایش داده میشه زنانی که موهای خودشون رو کوتاه میکنن. به هر حال تجربه‌های مختلفی که در طی سال گذشته ما باش مواجه بودیم رو در اینجا میبینیم که به صورت خیلی زیبایی نمایش دادن تا افراد بتونن که به یک نحوی به هر حال تجربه کنن این احساسی که در جریان یک سال گذشته وجود داشته. آقای معماریان، نامی که برای نمایشگاه انتخاب شده هم بسیار مهمه، نمایشگاه عکس زن زندگی آزادی. در واقع یک بار دیگه جنبش زن زندگی آزادی رو یک سال و چند ماه بعد از اون مجدداً زنده کرده و به مقامات اروپایی یادآوری میکنه که زنان ایرانی همچنان در ایران از چه وضع حقوق بشری برخوردار هستند. کاملا همینطور است. یکی از نکات قابل توجه این نمایشگاه این هستش که به هر حال وقتی که جایزه صلح نوبل داده میشه، توجه بسیاری از رسانه‌های جهانی به این مسئله معطوف هست، بسیاری از نمایندگان رسانه‌های جهانی در اینجا حضور دارن، فعالین مدنی جهانی، رهبران سازمان‌های حقوق بشر جهانی اینجا حضور دارن و طرح این مسئله و نشون دادن زوایای مختلف این جنبش اجتماعی به نظر من خیلی مهم هست، به خاطر اینکه افراد رو با این مسئله آشنا میکنه که موضوع زن زندگی آزادی یک مسئله زودگذر و گذران نبود، یک مسئله عمیق اجتماعی سیاسی
سیاسی هست در داخل ایران، مسئله‌ای هستش که همچنان ادامه داره در زاویه‌های در زوایای مختلف جامعه ایران نفوذ کرده، رسوخ کرده و همچنان به شکل‌های مختلفی ظهور و بروز داره. عکس‌ها اینو میگن، تجربه‌های افراد اینو میگن و به هر حال این به نظر من نقطه‌ای هست که در پوشش خبری که در رسانه‌های مختلف داده میشه به وضوح آشکار هست. ممنونم از شما آقای مماریان. ما مجدداً برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. من یک بار برای بیننده ها توضیح بدم این رو که تصاویری که میبینیم تصاویر زنده ای هست از اسلو، نمایشگاه عکسی با عنوان زن زندگی آزادی. هر سال مرکز صلح نوبل نمایشگاه عکسی برگزار میکنه درباره برنده جایزه نوبل صلح. امسال این نمایشگاه با نام زن زندگی آزادی درباره نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح برگزار شده و مبارزه شجاعانه او برای آزادی و حقوق بشر در ایران رو به تصویر کشیده. برنده جایزه صلح نوبل برخی از متون رو منحصراً خودش برای نمایشگاه از داخل زندان نوشته، که همونطور که آقای مماریان هم بیشتر توضیح دادن به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه و شرکت کنندگان میتونن این نامه ها رو بخونن. عکس هایی از زنان عکاس ایرانی هم به نمایش گذاشته شده و البته عکس هایی که خود نرگس محمدی رو نشون میده و داستان زندگی اون رو از زبان و تصاویر خودش به روایت میکشه. این نمایشگاه به طور رسمی دقایقی پیش توسط خانواده نرگس محمدی افتتاح شد. فرزندان و همسر نرگس محمدی در این نمایشگاه عکس‌هایی از آلبوم خانوادگی خودشون و تلاش مادرشون رو برای حقوق زنان در ایران به نمایش گذاشتن. آقای معماریان، اگر که همچنان صدای من رو میشنوید. بله بله، صدای شما رو میشنوم. بله، امروز در واقع نامه هم از سمت توسط فرزندان خانم محمدی در پارلمان نروژ خوانده شد پیش از اینکه به این نمایشگاه بیان. صبح امروز بود البته که کیانا و علی در واقع نامه رو خواندن. بسیار نامه تاثیرگذاری بود و نکاتی بود که سعی میکرد توجه مقامات اروپایی رو جلب بکنه به وضع حقوق بشر در ایران. چقدر فکر میکنید که مخصوصا حالا دولت نروژ که برگزار کننده این مراسم هم هست تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و موضوع حقوق بشر در ایران رو بیشتر در دستور کارش قرار میده؟ به نظر من نکاتی که کیانا و علی مطرح کردن نکات بسیار مهمی هستش. رنج و دردی که بچه های جوان ایرانی میکشن در داخل کشور در سخنانی که بچه ها کیانا و علی کردن منعکس هست. جنبش زن زندگی آزادی چهرهایی رو به جامعه جهانی معرفی کرد که در سنین 16 سالگی، 17 سالگی، 18 سالگی هستن. جوانانی هستن که به هر حال همسن و سالهای کیانا و علی هستن و از این جهت به نظر من یک جوری نور میتابونه به یک جامعه بزرگی در داخل ایران که به هر حال نیازهای متفاوتی دارن، خواستهای متفاوتی دارن و خواستار تغییر هستن و از این جهت به نظر من مخاطب بسیار گسترده‌ای داره، مخاطبی که کاملا میتونه باشه ارتباط برقرار بکنه، چون اون چیزی که بچه‌های ایران میخوان، بچه‌ها در ایران میخوان، جوان‌ها در ایران میخوان هیچ فرقی با اون چیزی که جوان‌ها در بقیه نقاط جهان میخواد نداره و اون یک زندگی با شأن و منزلت هست، یک زندگی هستش که در اون حقوق اولیه‌شون رعایت بشه و از این جهت چون یک تم جهانی داره، چون یک مضمون جهانی داره، برای همه قابل لمس هست. به همین جهت هستش که نامه کیانا و علی قطعا میتونم میگم که تاثیر زیادی داره، قابل لمس هست، قابل فهم هست، قابل ارتباط برقرار کرده هست و از این جهت مورد توجه زیادی قرار گرفت. صحبت‌های دیگری رو هم در نشست وضع حقوق بشر ایران بعد از اون البته در کنار این مراسم اهدای جایزه برگزار شده بود ظهر امروز ما هم می‌دیدیم که خانم شیرین عبادی صحبت کردن، نازنین بنیادی بودن و خانم ساتراپی. همه اونها در یک جمله در واقع به این اشاره می‌کردن که وضعیت حقوق بشر ایران در سال‌های گذشته به راه‌های مختلف امتحان شده که بخواد تغییر بکنه و این اتفاق نیفتاده و تنها راه در واقع رفتن جمهوری اسلامی هست و فقط به این روش هست. چقدر فکر میکنید که رهبران جهان صدای این فعالان سیاسی و در واقع فعالان جنبش زنان رو میشنوند؟
اون چیزی که برای فعالان مدنی مهم هست این هستش که برای اینکه تاثیرگذار باشن، برای اینکه بتونن که توجه جهانی رو در حوزه‌های مختلف جلب کنن، استمرار تکرار اون چیزی که دارن به هر حال مطرح میکنن مهم هست. اینکه جامعه مدنی، اینکه فعالان سیاسی در داخل در خارج از کشور در خصوص ضرورت نبودن جمهوری اسلامی و دوران پس از جمهوری اسلامی صحبت بکنن، مسئله‌ای هستش که به هر حال برای بسیاری مهم هست، از جهت اینکه این استمرار میتونه کمک کنه که این فعالان رو، این افرادی که به هر حال در این عرصه فعال هستن رو که متقاعد کنن کشورهای جهان رو، سیاستمداران کشور مختلف رو که باید به این موضوع نگاه جدیتر و متفاوتتری رو بکنن. از این جهت هست که مهم هستش که کسانی که تو این حوزه فعال هستن یک پیام مستمری رو در این خصوص داشته باشن و به هر حال به کشورهای جهانی رو برسونن که الان زمانی هستش ما به این مسئله فکر بکنیم جدی، و به هر حال راه‌های دیگه در طی سال‌های گذشته نشون داده شده که مسدود هست. به نظر من از این جهت مهم هست. این مسئله نیست که مثلا فردا اتفاق بیفته یا پس فردا، بحثی که فعالان میکنن این هستش که فردا یا پس فردا اتفاق بیفته، ولی ما باید حداقل اون دستور کار خودمون رو با کشورهای دیگه مشخص بکنیم، بگیم دقیقاً دنبال چی هستیم، چی میخوایم و مسیری که برای تغییر وجود داره چی هست. آقای معماریان، از این فرصتی که شما با من هستید میخوام استفاده بکنم ازتون بپرسم که حال هوای شهر اسلو رو چطور دیدید در طی چند روزی که حالا مراسم اهدای جایزه نوبل داره انجام میشه، مخصوصا شب گذشته و مراسمی که با مشعل به سمت هتل محل اقامت خانواده نرگس محمدی مردم حرکت کردن. ببینید الان خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 اینجا هستن. حضور خانم عبادی در این اجلاس در جریان این چند روز به نظر من خیلی مهم بوده. ایشون یکی از به هر حال چهره‌های بسیار برجسته جهانی هستن در خصوص موضوع حقوق بشر و نگاه بسیاری به سوی ایشون هست. فعالان ده ها از تن از فعالین حقوق بشر ایرانی در اسلو حضور دارن. برای خود من تجربه بسیار منحصر به فردی بوده در خصوص تنوع افرادی که اینجا دیده میشن، از زمینه‌های هنری هستن تا زمینه‌های دانشگاهی تا فعالین مدنی حقوق بشری و همه افرادی که به هر حال در اینجا حضور دارن یک تصویر موزاییکی زیبایی رو از جامعه ایرانی خارج از کشور به نمایش میذارن که امیدوارم که یک جور تلالو و انعکاس دهنده یک نوع به هر حال فضای داخلی کشور باشه. از این جهت میتونم بگم که فضای خیلی متفاوتی داره اسلو. برای هفته حقوق بشر است اینجا، جلسات متعددی با حضور ایرانیان بدون حضور ایرانیان در اقصا نقاط اسلو برگزار میشه در موضوع حقوق در خصوص موضوع حقوق بشر، و از این جهت میتونم بگم که یک مسئله بسیار منحصر به فردی هست. در برای خود اسلو هم همینطور، در سال هر هفته در هر سال فقط یک هفته اتفاق میفته و به نظر من از این جهت جالب توجه است. آقای معماریان، مسئله هنر هم مطرح هست. این که خب جمهوری اسلامی بسیار سعی کرد، حکومت سعی کرد که جلوی اینو بگیره که هر گونه خبری درباره اعتراضات بیرون بیاد، نفی میکرد، داستان رو عوض میکرد، اما هنرهای مختلفی که وجود داره در واقع در جاهای مختلف دنیا در یک سال خورده گذشته نشون داد که مبارزات در ایران همچنان ادامه داره. ترانه برایه گرفته تا همین عکسایی که امروز در نمایشگاه گذاشته شده، نقش هنر رو چی میبینید در بازگو کردن وضعیت حقوق بشر در ایران؟ به نظرم نقش فوق‌العاده بزرگی داره، برای اینکه شما عکس‌هایی که در این نمایشگاه هست می‌بینین از جهت تاثیرگذاری روی مخاطب، از نظر اینکه افراد بتونن که یک جغرافیای متفاوتی رو فهم بکنن، دریافت بکنن، ادراکش بکنن، خیلی تأثیر مهمی داره. بیشتر از مقالات، مثلا چند مقاله یک عکس میتونه که مثلا مهمتر باشه. الان مثلا این تصاویر ویدیویی رو می‌بینیم که در جریان زن زندگی آزادی مثلا افراد در سوشال میدیا، شبکه‌های اجتماعی خودشون پخش می‌کردن. آهنگ برایه هستش، تظاهرات مختلف هستش، اعتراضات دختران دانش آموز در دبیرستان هست. اینا چیزایی که وقتی که افراد میبینن، من با چند نفر امروز صحبت میکردم و میگفتن که اساساً تصویرها براشون تکون دهنده هست. اونا که آشنا بودن میگفتن که باز دیدن این تصاویر براشون تکون دهنده هست و تصور این که در یک جامعه‌ای با این حجم از خواست برای تغییر، با این حجم از
ابتکار و خلاقیت و به هر حال این همه موج برای موج اشتیاق برای تغییر مثلا مجبورن که چنین محدودیت‌هایی رو متحمل بشن، گفتن که اصلا برایشون قابل باور نیست که چجوری یک حکومتی میتونه که مردم خودش رو اینجوری سرکوب بکنه. الان در اینجا مثلا ما میبینیم که در یک قسمت دیگه از نمایشگاه که وارد اینجا در واقع وارد شدن به قسمت عکس ها هست، شما مثلا همین عکس که مشاهده میکنین یکی از قسمت های جنبش زن زندگی آزادی رو به هر حال ترسیم میکنه و نشون دهنده مبارزه ای هستش که در طی یک سال گذشته ادامه داشته و همچنان به اشکال مختلف راهش خود ادامه میده. و به نظر من سوالی که شما کردید در مسئله هنر به نظر من یک نکته بسیار مهمی است، به خاطر اینکه یک قسمتی از عمده ای از این نمایشگاه برمیگرده به رویکرد هنری و نگاهی که عکاسان و هنرمندان ایرانی داشتن و بسیاری از عکسی که اینجا هست برای بسیاری از افراد در سراسر جهان شناخته شده است، به خاطر اینکه در بسیاری از روزنامه‌های جهان چاپ شده. و با اینکه مثلا ما ممکن است که این عکس‌ها رو دیده باشیم، وقتی که چون این عکس‌ها رو ما در روزنامه‌ها دیدیم در مقیاس خیلی کوچیکی، ولی این عکس‌ها اینجا به صورت خیلی بزرگ منتشر شده در ابعاد واقعی و از اینجا به نظر تاثیرگذار هست. اگر دوربین بتونه نمایش بده روی زمین رو، اینجا خطایی که روی زمین هست سلول انفرادی رو در واقع ترسیم میکنه که این خط مشکی که اینجا هست در واقع نشون میده که یک سلول انفرادی در چه ابعادی هست. و این یکی از این مسائلی هست که حالات خیلی تکون دهنده داره برای افرادی که میان، همونطور که عرض کردم در بخش قبلی صحبت ها، که چطوری این تاثیرگذار هست و افراد واقعا احساس تکون دهنده. این الان در این قسمتی که دوربین داره نمایش میده فیلم شکنجه سفید خانم محمدی رو نمایش داده میشه و به هر حال فیلمی هستش که تکون دهنده هست و مواردی داره که بسیار برای افراد شوک‌آور هست. به هر حال مسئله‌ای هستش که ما در ایران باش مواجه هستیم. آقای معماریان، از میان عکس‌هایی که تا این لحظه خود شما دیدید کدامش به باور شما مفهومی تر بوده و توجه شما رو جلب کرده؟ میتونید یک بار دیگه سوالتون مطرح کنین؟ سوال من این هستش که از میان عکسایی که تا این لحظه شما فرصت کردید که ببینید کدامش مفهومی تر بوده برای شما و توجهتون رو جلب کرده؟ یک عکسی از یلدا معیریان، عکاس خبری مستند در ایران هست که در خصوص یک دختری هستش که در یک ونی هستش که برای حجاب دستگیرش کردن و این عکس بسیار تکون دهنده ای هست و همه با این عکس آشنا هستن، ولی چون عکس در ابعاد بسیار بزرگی هستش، شما وقتی از کنارش عبور میکنین اون بعد خشن سرکوب، اون بعد خشن اجحاف و بی‌عدالتی که وجود داره در خصوص زنان و مسئله حجاب اجباری رو میبینید. میگم اصلا خیلی متفاوت هست که ما در روزنامه در روی وبسایت روی موبایل عکس رو ببینیم تا اینکه یک عکسی در سایزهای خیلی بزرگ در 1 متر در 2 متر ببینیم. به هر حال میگم تجربه متفاوتی هست این نمایشگاه قدم گذاشتن و همین عکس‌ها رو دیدن. برای ما که این عکس‌ها رو بارها دیدیم، بارها، ده‌ها بار، صدها بار دیدیم، همین این تجربه منحصر به فرد هست. این نمایشگاه به نام زن زندگی آزادی هست آقای معماریان، در واقع جنبشی که با کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد و همزمان امروز در خبرها هم بهش اشاره کردیم، قرار بود که خانواده مهسا امینی، پدر، مادر و برادرش برای دریافت جایزه ساخاروف به استراسبورگ برن، اما از خروج اونها جلوگیری شده. این نمایشگاه رو اگر ممکنه کمی دربارش برای ما توضیح بدید، اگر اطلاعات دارید، و اینکه فکر می‌کنید که حتی بدون وجود در واقع خانواده مهسا امینی این جایزه، حالا در نبود خانم محمدی به فرزندانش اهدا شد، در نبود خانم امینی چطور برگزار میشه؟ خانواده مهسا امینی منظور. من اگر شما دارید اگر داریم پخش مستقیم کنین، الان برنامه موسیقی آزاد خواهد شد. یک ایرانی، یک شهروند ایرانی نروژی قرار هستش که موسیقی اجرا بکنن به نام دلارا که به هر حال تا ثانیه‌های دیگر آغاز خواهد شد. بسیاری. پس می‌بینیم و می‌شنویم و بعد هم مجددا به شما برمیگردم. حتما. And for me, this is a song that has connected me more to my Persian culture because it's something that I found a lot of love for when I was younger, a
lot of pride in the song. And also, I dedicate this to all the people who have lost their lives. این ترانه رو به همه کسانی که جان خودشون از دست دادن در مبارزه برای آزادی در ایران. و میخوام بگم که اونها هرگز از بین ما نرفتن، چون هنوز در دلهای ما و در بین آرمانهای ما در کنار ما هستن. این آهنگ اسمش از چشم من. خرسندیم از اینکه امشب در کنار شما هستیم. نروژ یکی از هیجان انگیزترین کشورهای دنیا است و البته با همبستگی و حمایت بسیار برای اکتیویست ها و فعالان حقوق بشر. حضار گرامی، دوستان عزیز، مهمانان محترم، خوش اومدید به نمایش و افتتاح نمایشگاه جایزه صلح نوبل امسال. جایزه نوبل امسال، نمایشگاه جایزه صلح نوبل امسال، عنوانش زن زندگی آزادی است. این شعار تظاهر کنندگانی است که در ایران برای حقوق بشر مبارزه می کنند. و این
همچنین شعاری است که رئیس کمیته نروژی نوبل یاد کرد وقتی که در مراسم تحویل جایزه امسال نطق خودش را آغاز کرد. و این همون شعاری است که نرگس محمدی از پشت دیوارهای سلولش و میله‌های زندان اوین در تهران سر داده. Can you hear me now? Can you hear me? Can you hear me? Do you want... تصاویر زنده که همراه با هم می‌بینیم از اسلو هست در نمایشگاه عکسی که درباره نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح برگزار شده. همطور که پیشتر هم صحبت کردیم، این نمایشگاه با حضور فرزندان نرگس محمدی و همسر او تقی رحمانی دقایق پیش افتتاح شد. با امید معماریان روزنامه‌نگار صحبت می‌کردیم و درباره نمایشگاه پرسیدیم. از تصاویری که وجود داره می‌دونیم که این نمایشگاه تصویری از زنانی رو به تصویر کشیده که برای آزادی و حقوق بشر در ایران مبارزه می‌کنند و عکس‌هایی از زنان عکاس ایرانی هم در این نمایشگاه هست. این نمایشگاه به طور رسمی توسط خانواده نرگس محمدی افتتاح شد، همونطور که پیشتر گفتم، و عکس‌هایی از آلبوم خانوادگی او و تلاش او برای احقاق حقوق زنان در ایران به تصویر کشیده شدش. دقایق پیش هم با هم دیدیم خواننده ایرانی نروژی به نام دلارا آهنگ چشم من رو اجرا کرد. در تصویر می‌بینیم که فرزندان خانم نرگس محمدی هستن، کیانا و علی، و پدرشون آقای رحمانی در تصویر حضور دارن. I cannot hear the studio. آقای معماریان، صدای منو میشنوی؟ Hello, I cannot hear the studio, sir. آقای معماریان، فکر می‌کنم که صدای من رو شما نمی‌تونید بشنوید. اگر که ارتباطمون با شما برقرار بشه، من مجدداً برمیگردم و با شما صحبت می‌کنم. همونطوری که گفتم، هر سال مرکز صلح نوبل نمایشگاه عکسی درباره برنده جایزه نوبل برپا می‌کنه. امسال این نمایشگاه به برنده جایزه صلح نوبل خانم نرگس محمدی تعلق پیدا کرده و عکس‌هایی از آلبوم خانوادگی او و تلاشش برای مبارزات در رابطه با حقوق زنان در واقع به نمایش گذاشته شد. The portraits of Nargis Mohammadi displayed at the entrance نرگس محمدی که در ابتدای نمایشگاه نصب کردیم، فقط چند روز قبل از اینکه برای بار آخر در آوریل 2022 به زندان اوین انداخته شد، گرفته شده بود. و عکاس این پورتره ریحانه تراوتی هم امروز با ماست. این نمایشگاه بدون شرکای ما، اسپانسرهای ما، ممکن نمی بود. بنابراین از اونها هم تشکر میکنیم و همچنین از مؤسسه ژاپنی حامی این نمایشگاه تشکر میکنم. و حالا میخوام خوش آمد بگم بریت آندرسون، رئیس کمیته نروژی نوبل، خوش آمد بگم و بخوام که صحبتهایی برای ما داشته باشم. زن زندگی آزادی، امسال متفاوت شروع کردید سخنرانیتون رو در مراسم اهدای جایزه. خب، روش قدیمی و سنتی این بود که میام بگم که بله، کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفته که جایزه صلح رو تقدیم کنه به، ولی بعد چند روز قبل از این مراسم به این نتیجه رسیدم که زن زندگی آزادی در واقع تبلور و منعکس کننده این جایزه بود.
به چنان نحوی با چنان کارآمدی که این جایزه به کی تعلق میگیره، کجا و برای چه کسی است؟ زنها یک انقلاب زنانه، زندگی، محافظت از زندگی. این در واقع این شعار خیلی خوب متصور میکرد و متجسم میکرد که قضیه این جایزه چیست و میدونستم که میلیون ها نفر در ایران با شنیدن این شعار خوشحال میشن. نرگس محمدی در زندانه. آیا این به صلح منجر خواهد شد؟ البته که دشوار خیلی پاسخ دادن به این سوال، اما من یقین دارم و مطمئنم که نرگس هم چنین باوری داره که با ادامه مبارزه با این رژیم مذهبی در ایران که متوسل میشه به سرکوب، کشتن مردم خودش، تبعیض علیه اقلیت‌ها و تفکیک سیستماتیک، جداسازی سیستماتیک نیمی از جمعیتش از بقیه، این به مشکل مواجه میشه، منجر میشه. و میخوام بگم که میگن که در طول اعتراض‌ها مهمترین ابزار مقام‌های جمهوری اسلامی برای اینکه حکومت خودشون رو ادامه بدن این بود که زنها رو سرکوب کنن. اگر زنها موفق بشن که این انقلاب رو به نتیجه برسونن، کل رژیم سقوط خواهد کرد و این یک انقلاب زن هاست. ما میدونیم که چه زمانی شروع شد، نمیدونیم که چه زمانی به پایان خواهد رسید، اما من اطمینان دارم که در نهایت با موفقیت به پایان خواهد رسید و نرگس همواره از او به عنوان رهبر این انقلاب یاد خواهد شد، حتی از پشت میله های زندان در یک سلول کوچک انفرادی. خیلی متشکرم بریک. و حالا میخوام که فرد دیگری رو معرفی کنم که این جایزه صلح نوبل برای او خیلی ارزش ویژه داره، رئیس پارلمان نروژ مسعود قرخانی که خودش به نروژ اومد به عنوان یک پناهنده در دوران کودکیش. البته ریشه های خانواده تو در ایران هستن و خیلی از نزدیک دنبال میکنی وضعیت رو. بنابراین افتخار داریم که اینجا در کنار شما باشیم. خوش اومدید به صحنه. آهنگی که دلاره باش مراسم را شروع کرد، چشم من، آهنگی که همه مردم ایران میشناسن، این ترانه درباره چشمانی است که میخوان گریه کنند. و فکر میکنم اتفاقاتی که در سال گذشته بر کشور ما رفت میخواد که باعث میشه که ما بخوایم گریه کنیم، ما رو خشمگین میکنه، ولی همزمان ما رو انگیزه بهمون میده که بخوایم مبارزه کنیم با رژیم مذهبی در ایران. این جایزه و این مراسم یادآور تلاش شجاعانه نرگس محمدی و همه مبارزان جنبش زن زندگی آزادی است. مردم شجاعی که در کشور زادگاه من ایران اعتراض می کنند، چنان خودشون رو به مخاطره میندازند با بهای گزاف، با خطراتی سترگ، برای اینکه به آزادی‌های برسن که برای ما اینجا در نروژ کاملا طبیعی و تصاویر زنده‌ای که با هم می‌دیدیم در حدود 45 دقیقه گذشته، تصاویر زنده‌ای بود از نمایشگاهی که برای نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل برگزار شده، نمایشگاهی با عنوان زن زندگی آزادی که مدیر اجرایی مرکز صلح نوبل در واقع گفته این نمایشگاه الهام گرفته از نگرش نرگس محمدی بوده، پر از رنگ است و زنانی را نشان می‌دهد که آزادی، آواز خواندن، رقصیدن و زندگی کردن رو می‌خوام. من تشکر می‌کنم از امید معماریان روزنامه‌نگار که همراه ما بودند و توضیحاتی رو از این نمایشگاه برای ما داشتن و همچنین از شما که تا این لحظه با ما همراهی کردید در این بخش خبری. وقت شما خوش.